دوستان و همراهانم که یه کانال رو سلا دهنانه ایدو بچه از باکو و محل برگزار مسابقات قهرمانی ارتش های جهان در خدمت شما عزیزان هستم. 2023 آذر ماه 1402 علیرضا رکابی در وزن 97 کیلوگرم با دوبنده قرمز در مقابل کوچیکی از رومانی قرار گرفته. تریپون گیورگیان، گیورگیان یه جورایی اسمش به ارمنی ها میخوره، ولی خب برای کشور رومانی داره کشتی میگیره. ببینید چه میکنه علیرضا رکابی. کشتی اولش دوره اول کشتی روس به روی تشک نیومد و کشتی دومش به حساب بیاد. کشتی دسته هم کار میکنن. کشتی اکثرا دوره ای انجام میشه، تعداد شرکت کننده کمه و تیم ملی ما هم با نفرات جوان و کم تجربه در این دوره از رقابت ها شرکت کرده. یعنی خب دیروز ما تونستیم یه طلا و دو نقره و یک برنز بگیریم، پنج وزن اول و ببینیم امروز بچه ها چه میکنن. تا به اینجای کار فقط رضا مؤمنی کشتیش رو واگذار کرد. راست کشتی ما بهتر کار میکنه، رو به جلو آروم آروم سعی کرد کشتی رومانی رو تشک خارش کنه و زیر کتف بزنه که اینجور شاید کشتیگیر حریف میتونه راحت دور بزنه. شاخ رسن یک کار میکنده کشتی یه رفته سعی کرد پیش بندازه که پشتی هم پیش بیرون گل دور نشون باز یک کشتی دیگه در توچه کنایه متاسفانه شروع شد. البته کشتی ها رو همه رو پوچش میدیم. دوربین دوممون میره که اون یکی کشتی رو ضبط کنه. فرزین به ادامه کشتی میتونم به دوبنده آبی اختار بدن، اختار کمکاری بدن. تشکی کناری هم وزن 79 کیلوگرم و مثلا نوزیان به روی تشکی میاد. خب بالاخره درخواست کمکاری میشه و مهمترین قرار میده. حالا شاکتراک رو فعال میکنن روی کشتی رومانی. ببین چه میکنه در ادامه کار. تشکی کناری کشتی سختی داره، نوزیان در حال کشتی روش، امیدواریم که شکستش بده. شاشاف هستم یک کار میکنه کشتیگه ما گاردش داره بالا میاد، باید مراقب باشه. حالا اتوشه خارج میکنه. بله اتوشه خارج شد. هر از اینکه دور بزنه اتوشه خارج شد. امیدوارم که چلنج کنه، درخواست چلنج میکنه داور ولی کشتیگه، ولی خب مطمئنن اشتباهه. خب چلنج میکنه و اتوشه خارج شد بود، معاملا اتوشه خارج شد بود. ببینیم نظر هیئت جوری چی هستش تا نتیجه چلنج، برای اینکه شما هم حوصلتون سر نره. ببینیم کشتی نوروزیان رو در مقابل حریف روس. البته اون کشتی رو به طور کامل برای شما پوشش خواهیم داد. هرچه کشتی تا به اینجا کار دو بر صفر جلو افتاده کشتی روس از نوروزیان. امیدواریم که امروز نتیجه بهتری بگیریم. البته دیروز یه نقره، دو تا نقره، یه طلا، یه برنز گرفتیم. امروز بچه‌ها اگه بتونن آذری‌ها رو شکست بدن ما میتونیم از نظر تیمی هم قهرمان بشیم. متاسفانه اینجا داره مثلا نورجیا کشتی رو از دست میده. بعد شروع کرده، حالا زیر خم رو از خود کرده، درو میکنه کشتی روس و بالاخره فایت میکنه. این دکتر دیگه از دست میده اینجا. چه کشتی 4 بر صرف میشه. حالا ما این فیتیل بارانداز رو جمع جور کرده، نباید اجازه میداد بارانداز رو جمع جور کنه. مطمئنا کار رو تمام خواهد کرد. ببینیم میتونه خودش رو نجات بده یا نه. برگردیم به کشتی. بله عرض کردم چالنج رو هم واگذار کردن. اینجا چالنج بیموردی بود که به اصرار کشتی مربی انجام داد و مربی اول نمیخواست، ولی خب میدونست حتیش خارج شده کشتیگیر رومانی. حالا چه کشتی 3 بر 0 میشه، شاکر کم به پایان میرسه و یک امتیازی برای کشتیگیر ما ثبت میشه. همچنان دو کشتی دو سرگرده هم یک کار میکنن. آروم آروم سعی میکنه، حالا میشینه یه لحظه برای مچه پا برمیگرده و هوشیار بود تو این لحظه، برمیگرده و خاک میکنه کشتیگیر رومانی رو درست تو ثانیه پایانی 3 دقیقه اول. خب 3 ثانیه سبب و توصیه لازم بود که نادر ناظری
به شاگردش میده ببینیم چطوری تیک در نظر میگم ولی سه دقیقه دوم تا به اینجا کار که عالی کار کرده 5-0 جلو افتاده. البته باید مراقب باشه تا پشته قبلی هم رضا مومنی 5-0 سه دقیقه اول جلو بود ولی خب پشته رو واگذار کرد متاسفانه. ما برگردیم به ادامه کشتی سه دقیقه دوم. عزیزان که به تازگی به جمع مافیا هستین لطفا کار رو حتما سابسکرایب کنید و منتظر کشتی های بعدی عزیزان اون باشید. پیج اینستاگرام محسن از ام ام ای اونجا هم میتونید آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به عزیزان رو پیگیری کنید. علیرضا رکابی وزن 97 کیلوگرم بادبنده قرمز آروم آروم رو به جلو مثل سه دقیقه اول شمرده آروم ولی خب منطقی داره کشتی میگیره. یه برخوردی پیش میاد الان و داور کشتی نگه هم داره کشتی میده رومانی تذکر میده یک کنید سر شاخ و سم یک کار میکنه سعی میکنه با گوش کردن ها تو برگشت از اشتباه تعریفش استفاده کنه. علیرضا رکابی که طلای جوانان آسیا رو هم تو کارنامه خودش داره تو فینال تونست سفروف ترکمنستان رو 10-0 شکست بده. اونجا چه کشتی هایی گرفت علیرضا رکابی تو جوانان آسیا بدون که امتیاز از دست بده قهرمان شد. تو قهرمان کشور هم نقره گرفت تو فینال کشتش رو به علیرضا کریمی واگذار کرد. یک پای دیگه آرمان رو به جلو میتونن یک پای دیگه اختای کمکاری رو بدن به کشتی رومانی کاملا رو به عقب داره حرکت میکنه پاش از توشه خارج میشه و یک امتیاز دیگه بر ما ثبت خواهد شد. چه کشتی 6-0 میشه حالا توشک کنانی کشتیگه روش کار رو تموم میکنه متاسفانه. خب کشتیگه رومانی خسته و The winner in mat C representing Russian Federation. بله متاسفانه مامسای نورجان کشتیش رو واگذار کرد و به مدامه کشتی دو کشتی سرشا پسند کار میکنن کشتی ما داره اداره میکنه کشتی رو و نیازی هم نداره به آب و خاک بزنه. کشتی رومانی هم خسته یه دو دقیقه آخر اتفاق خاصی نیفتاد اومد یه برای زیرگیری خیمه سنگیر کشتیگی ما هر دست یه که ببینیم یه از این میره با گلدری کشتیگی ما تو شب خارج کنه ولی خب رها کرد خودش رو کشتیگیر ما و سرشا تا کشتی ادامه میدن علیرضا رکابی ثانیه پایانی 10 ثانیه تا پایان کشتی زمان دارن و کشتیگیر رومانی خسته و منتظره تا شوت پایان به صدا در بیاد و بره برای استراحت. چه کشتی تا به اینجای کار 6-0 باب تقریف میگیم برابر کشورمون دوم کشتیش رو هم با برد سپری میکنه علیرضا رکابی. The winner in Mat B representing Iran.